سرخط خبرها. اعتراض سینماگران ایران به اختناق و سانسور، میگویند برخوردهای قضایی امنیت شغلیشان را خدشه‌دار کرده. مصدومیت ناگهانی کشتیگیر ایرانی در مسابقات امیدهای جهان، پای پویا ناصرپور قبل از رویارویی با حریف اسرائیلی شکست. گسترش تحریم یک شرکت هواپیمایی ایرانی به اتهام همکاری با سپاه، ایتالیا هم پروازهای ماهانه را لغو می‌کند. تصویب قانون جنجالی علیه مهاجران اقتصادی در یونان، منتقدان می‌گویند شرایط پناهندگی سخت‌تر می‌شود. سلام به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش اومدید. اول این بخش دوم معذرت میخوام. مسئولان خانه سینمای ایران میگویند برخورد قضایی به سینمای ایران ضربه زده و خواهان دیدار فوری با ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه شدند. خانه سینما در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نوشته اقدامات قوه قضاییه احساس امنیت شغلی اهالی سینما را دچار خدشه کرده. به تازگی فیلم خانه پدری اثر کیانوش عیاری با دستور دادستانی توقیف شد. قوه قضاییه دلیل توقیف این فیلم را نمایش خشونت عنوان کرده بود. همزمان 200 سینماگر با امضای بیانیه‌ای به نبود امنیت شغلی، ممیزی‌های زیاد، روند طولانی دریافت مجوز، قاچاق فیلم‌ها و سرمایه‌های مشکوک اعتراض کردند. همکارم مریم زهدی برای ما از شرایطی گفت که اعتراض سینماگران را برانگیخته. مدت‌های مدیده که این ماجراها در جریانه، یعنی همینجوری توقیف از پرده پایین کشیدن فیلم توسط کسانی که بهشون ربطی نداره این ماجرا، یعنی وزارت ارشاد نیست، از طرف نماینده‌های مجلس، امام‌های جمعه، خلاصه نزدیکی سیاست به جریان سینما باعث شده که تعدد مراکز تصمیم گیری وجود داشته باشه و این مشکلات در چند سال اخیر مدام وجود داشته. توقیف خانه پدری خیلی نمود بارزی بود از این ماجراها، تعدد مراکز تصمیم گیری که من گفتم و آقای فرمانارا در مصاحبه‌ای که اخیراً با بی بی سی فارسی کرد بهش اشاره کرد، گفت ملوک و طوایفی فرهنگی انگار حاکمه در ایران و اون هم نمودی از یه همچین چیزی بود. اون موضوع، اون اتفاق که افتاد، اون توقیف که برای دومین بار اتفاق افتاد، خب واکنش‌های خیلی خیلی زیادی رو به دنبال داشت. اونجایی که ریاست سازمان سینمایی حتی از آقای رئیسی خواست که ببینتش، ازش خواستش که این ماجرا زودتر حل و فصل بکنه. یه عده میگفت من قوه قضاییه با برخوردهای این چنینی و مخالفت با اون داستان ردبندی سنی که در سینما پیشنهادش رو سینماگران دادن، یه جوری در تقابل با سینما قرار گرفته. بنابراین شاید اون رو یکی از پررنگ‌ترین حوادث که در سالهای اخیر افتاده بشه نام برد. مشخصا معتقدن سینماگرا که کسانی باید برای سینما تصمیم بگیرن که خودشون دستن در کار سینما هستن. میگن معنی نداره که سینماگر ممنوع الخروج بشه، معنی نداره که کسی به خاطر فیلم ساختن زندان بره، معنی نداره که فیلمی توقیف بشه یا قوه قضاییه ورود بکنه به ماجرا. همونطور که اشاره کردی، در نامه که خانه سینما مشخصا به آقای رئیسی نوشته، توش اشاره شده که مگر وزارت ارشاد اختیاراتش رو تفویض کرد به قوه قضاییه احیانا که قوه قضاییه این همه ورود میکنه توی این ماجراها، میخواد زودتر آقای رئیسی رو ببینه و این ماجراهایی که به سینما مربوط میشه و حیات سینما این روزها در گرو اینها هست باهاش صحبت بکنن و سعی بکنن این ماجراها رو حل و فصل بکنن. در اون بیانیه هم که اول بهش اشاره شد، انقدر موارد ریز و متعدد مشکلات این روزهای سینما توش آورده شده که من فکر میکنم یک پکیج کاملی از یک بسته کاملی هست از تمام این مشکلاتی که سینمای شکننده این روزها باهاش مواجهه. مریم زهدی بود. امروز در مسابقه های کشتی قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان و در دسته 55 کیلوگرم کشتی فرنگی، پویا ناصرپور از ایران به دلیل مصدومیت با حریفی از اسرائیل روبرو نشد. در مسابقه های دیروز با رسیدن کشتیگیر ژاپنی به فینال مشخص شد که پویا ناصرپور از ایران و ماکسیم ویستوسکی از اسرائیل باید در دسته بازنده ها برای دستیابی به مدال برنز با هم روبرو شوند. اما مصدومیت ناگهانی ناصرپور باعث شد تا او امروز روی تشک نرود و دست حریف اسرائیلی بدون اینکه کشتی بگیرد بالا برود. پوریا ژافره همکارم اینجا در استودیو با ماست. پوریا، دقیقا چه اتفاقی افتاد؟
خب این آقای ناصرپور کشی اول خودش رو برد. کسیه که بخت اول قهرمانیه. وقتی تو جدول اتحادیه جهانی کشتی نگاه میکنید روبرو اسمش زده شماره یک. از سال پیش که دست بند شروع کردن به رده بندی کشتیگیرها، ایشون هم عضو تیم ملی ایرانه، این مسابقه ها زیر 23 ساله، ولی که خودش عضو تیم ملی ایرانه، در ماه گذشته در قهرمانی جهان هم برای ایران کشتی گرفته، قهرمان جهان در جوانان بوده و کشتی اول خودش رو به راحتی برد. در کشتی دوم شگفت زده شد که به ژاپنی باخت، و بعد از اینکه به ژاپنی باخت به خاطر اینکه حریف ژاپنیش رسید به فینال و در دور قبل حریف ژاپنیش حریفی از اسرائیل برده بود، معلوم بود که باید با ایشون مسابقه بده، که خب وقتی که مشخص شد که با هم دیگه مسابقه دادن، ناگهان این اتفاقی افتاده که گزارش میکنن به یه صورتی کار به بیمارستان کشیده، یعنی زنگ زدن آمبولانس اومده ایشونو بردن بیمارستان، یه عکسایی هم منتشر شده همون اونجا. همون معمولا وقتی که حتی اگر مصدومیتی داره طرف مقابل باید بیان روی زمین با هم دست بدن و بعد موضوع فیصله پیدا. دقیقاً درسته، یعنی ما دیدیم که تو مسابقه قهرمانی جهان نمونه خیلی جالبش برای خود ایرانی هاست که حسن یزدانی وقتی که داشت مدال طلاشو میگرفت، حریف هندیش که به فینال رسیده بود مصدوم بود، اومد روی دوشک دست داد به حسن یزدانی و بعد دست رو بالا برده شد. ولی وقتی که اینقدر شدت ماجرا اینطوری که گزارش میکنن میگن شدید هست، و خب متاسفانه اینقدر این اتفاق زیاد افتاده که اکثر مردم وقتی که نگاه میکنن به این ماجرا، از کسایی که توی کشتی هستن، کسایی که دنبال میکنن مسابقه ورزشی، به نظرشون میرسه که شاید این گزارش صحیحی نباشه از وضعیت اون کشتیگیر. و الان اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که خب مثلا در اون موردی که علیرضا کریمی، وقتی که علیرضا کریمی محروم شد، مربیش محروم شد، به چه دلیل؟ به خاطر اینکه برگشت کنار دوشک گفتش که علیرضا باید ببازی چون در راند بعد به اسرائیلی میخوری. اونجا اون صدا ضبط شد و اون فرمان دیده شد و فرمان باید ببازی یه مدرکی بود که طبق اون اتحادیه جهانی کشتی بیاد ایران رو محروم بکنه. در مورد جودو هم وقتی که من با آقای ویزر رئیس فدراسیون جودو صحبت کردم، گفت وقتی که ما دیدیم آدم‌های از سفارت ایران در توکیو اومدن وارد سالن مسابقات شدن، آیدی کارت گرفتن، رفتن به ورزشکار گفتن که اجازه نداری مسابقه بدی با حریف اسرائیلی، برای من مسجل شد که با اسرائیلی نمیخواد مسابقه بده. ولی اینجا در هر صورت این تصاویر هم داریم میبینیم، مثلا پای ایشون هستش که میگن اینجوری ضرب دیده و دچار شکستگی شده از چند ناحیه حتی صحبتش بوده، وقتی که خب بالاخره مدارک جوری هستش که اتحادیه جهانی کشتی دکترش اومده اونجا نگاه کرده و متوجه شدن که ایشون در شرایطی نیستش که مسابقه رو ادامه بده، و به نظر میرسه که اینجا کار زیادی رو نمیتونه اتحادیه جهانی کشتی انجام بده. ولی کیه که ندونه که این مصدومیت ها چرا به صورت مداوم تو اون لحظه های آخر قبل از مبارزه با اسرائیل اتفاق میفته. متشکرم از پوریا ژافره اینجا در استودیو با ما. ایتالیا 45 روز به ماهانه فرصت داده تا پروازهایش را به مقصد این کشور متوقف کند. ایتالیا سومین کشوری است که طی یک سال گذشته پروازهای ماهانه را لغو می‌کند. رسانه‌های محلی ایتالیا می‌گویند این تصمیم می‌تواند نشانه تغییر سیاست این کشور در مقابل ایران باشد. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. ایتالیا پروازهای ماهانه را به این کشور را ممنوع کرد. سومین کشور اروپایی که فرود هواپیماهای ماهانه ایر در آن غیر قانونی است. ایتالیا 45 روز به ماهانه ایر فرصت داده تا پروازهایش را به مقصد این کشور لغو کند. ممنوعیت از هفته آخر آذر امسال اجرا می شود. پیش از این آلمان و فرانسه هم ورود پروازهای ماهانه ایر را ممنوع کرده بودند. مهر ممنوعیت بر پرواز ماهانه ایر خواسته مستقیم کاخ سفید بوده. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیر خود به ایتالیا گفت که آمریکا اطلاعاتی در اختیار دولت ایتالیا گذاشته که نشان می‌دهد شرکت هواپیمایی ماهان با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری دارد. وزیر خارجه ایتالیا هم در پاسخ گفته بود ایتالیا در این زمینه همکاری خواهد کرد، وعده‌ای که خیلی زود عملی شد. نخستین بار امریکا در سال 1390 ماهانه ایر را در فهرست تحریم ها قرار داد. واشنگتن میگوید ماهانه ایر از نیروی قدس سپاه پاسداران پشتیبانی مالی و فنی می کرده.
اتهام دیگر ماهانیر مشارکت در انتقال سلاح به حزب الله لبنان و نیروهای بشار اسد در سوریه است. آلمان بهمن پارسال پرواز ماهان را به خاطر منافع و امنیت این کشور ممنوع اعلام کرد. بعد از آن فرانسه هم از حدود 9 ماه پیش به پروازهای ماهانیر اجازه ورود نداد. شرکت هوایی ماهانیر توانسته بود بعد از امضای برجام پروازهای خود را به شهرهای اروپایی از سر بگیرد. اما حالا این خط هوایی تنها می تواند به دو پایتخت اروپایی پرواز داشته باشد. بارسلونا و آتن. چقدر راجع به هواپیما با شما صحبت کردن؟ من یک جمله بگم، بحث سر هواپیما نیست، بحث سر قول بین نماینده مردم و مردم است، قولی که ما به شما دادیم. تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایرانی همزمان با لغو پرواز خطوط‌های هوایی بین‌المللی مانند بریتیش ایرویز، KLM و ایر فرانس به تهران یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی و دستاورد برجام را از بین برده. بازگشت این محدودیت‌ها گرچه فقط برای بخش کوچکی از مردم ایران محسوس خواهد بود که توان اقتصادی سفر خارجی دارند، اما سختی سفر به ایران از نظر نمادین چهره این کشور را در جهان منزوی‌تر نشان خواهد داد. شیده هوشمندی، بی بی سی. مرکز دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید 6 غیر نظامی که همگی اعضای خانواده بودند در حمله هوایی در روستای در استان ادلب کشته شدند. این نهاد میگوید نیروهای روسیه حمله هوایی را در منطقه تحت کنترل شورشیان انجام دادند. ادلب در شمال غربی سوریه تنها منطقه است که در کنترل شورشیان باقی مانده. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب از فرانکفورت آلمان با ما هستند. به نظر میاد که بهایی که غیر نظامیان دارن میپردازن در بمباران‌های ادلب خیلی داره افزایش پیدا میکنه. آقای صدرزاده، کاملا همینطوره. اگر به خاطر داشته باشید در 3 آوریل گذشته در حقیقت روسیه و ترکیه توافق کردن که یک منطقه کم تنش ایجاد بکنن و به اصطلاح تنش‌ها رو بیارن پایین و زده خوردها رو بیارن کمتر بشه، و درست در همین منطقه است که این حمله‌ای که شما گفتید انجام گرفته و یک خانواده رو مورد هدف راکت موشک‌های قرار گرفتن. حد زده میشه که حتی تعداد کشته‌ها از این 6 نفر هم بالا بره، چون تعداد زخمی‌ها هم زیاد هست. و از اون 3 آپریل تا به الان که این قرارداد بین روسیه و ترکیه برقرار شده بود که ادلیب در حقیقت محلی باشه که تنش‌ها پایین بیاد، بر اساس آماری که جمع شده 4351 نفر در حملات کشته شدن و این تنها در این منطقه نبوده. حملات بسیار زیادی هواپیماهای روسیه در 24 ساعت گذشته به مناطق متفاوتی از ادلیب کردند و ظاهرا قصد دارن که ادلیب رو هم تسخیر بکنن. نشست ژنو پیش رو هست، چقدر فکر می‌کنید احتمال داره که در این نشست طرف‌ها به نتیجه برسند؟ امیدش خیلی کمه. دیشب آقای اسد در یک سخنرانی تلویزیونی مشخصاً به مسائل زیادی اشاره کرد و مشخصاً به مسئله ژنو و گفتش که این اصلا دور از واقعیتی که اونجا نشستن و قانون اساسی تطبیق می‌خوان بکنن. اینکه میگن ادعی هم از جانب دولت هست، نه چنین چیزی نیست. کسانی هستن طرفدار ما هستن، یک کسانی هستن اونجا هستن، ما ازش پشتیبانی میکنیم، ولی این دور از واقعیته. یعنی در حقیقت با پیشرویهایی که آقای اسد در زمین داره انجام میده، من فکر نمیکنم که آماده باشه که قانون اساسی مملکت رو تغییر بده و ادعی رو به اصطلاح سهیم بکنه در قدرت سیاسی. علاوه بر این ظاهرا چنین به نظر میسه در ژنو که از هر گروهی 50 نفر هستن، دولت و جامعه مدنی و مخالفین، ولی کردها حق ندارن توی این کمیسیون باشن، چون ترکیه فشار آورده و گفته که توی این کمیسیون تدوین قانون اساسی حق ندارن کردها باشن. حالا با نبودن کردها و با اینکه آقای اسد پس از این پیشرویها اصولا حاضر نیست امتیازی بده، من فکر نمی کنم این کمیسیون تدوین قانون اساسی اصولا آینده ای داشته باشه. متشکرم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب از فرانکفورت.
نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. مسئولان خانه سینمای ایران میگویند برخوردهای قضایی به کارشان ضربه زده و خواهان دیدار با رئیس قوه قضاییه شدند. ایتالیا مجوز پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان ایر را لغو می‌کند. در ادامه برنامه. تصویب قانون جنجالی پناهندگان در یونان. در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به توراک یکی از بیش از 10 نامزد حزب دموکرات کنار رفت. آقای ترامپ دیشب در واکنش را مسخره کرد و گفت او مثل یک سگ از میدان خارج شده. بهمن کلباسی خبرنگارمون از نیویورک با ماست. بهمن، این دفعه اول نیست که آقای ترامپ از این ادبیات در حمله به مخالفانش استفاده می‌کنه. و البته استفاده‌اش از سگ و تشبیهش به سگ یه مقداری هم جدید، هم در آمریکا معمول نیست، چون سگ و جایگاهش هیچ وقت فحش و تحقیرآمیز نبوده، برای همین این یه مقداری متفاوته. ولی در گذشته هم دیدیم که بارها حمله کرده، حملات شخصی به کسانی که رقیبش بودن یا پتانسیل این داشتن که رقیبش بشن. و آقای اوراک هم یکی از چند نامزدی، چند کاندیدای حزب دموکرات بود که امیدوار بود نامزدی حزب برسه و در نهایت نرسید. البته وقتی وارد این رقابت ها شد امید بهش زیاد بود، به خاطر اینکه در رقابتی که برای کرسی مجلس سنا کرد از ایالت تگزاس دو سال قبل خیلی موفق بود، البته به کرسی نرسید ولی نزدیک شد به کرسی مجلس سنا. در نتیجه حمایت ازش زیاد بود، چندین میلیون دلار در همون روزهای اول پول جمع کرد برای رقابتش، ولی در نهایت به نتیجه نرسید. یک نفر از میان این 10-12 نفری که باقی ماندن نهایتاً نامزد خواهد شد و به تبع 11 نفرشون خارج میشن. ولی اینکه آقای ترامپ هر دفعه که یکی خارج میشه از میدان بهش توهین میکنه تقریباً به یک پدیده عادی تبدیل شده در فضای سیاسی آمریکا، چیزی که شاید 2-3 سال قبل غیر قابل تصور بود. کنارگیری آقای اوراک چه تأثیری بر رقابت‌ها خواهد گذاشت بهمن؟ در این اواخر نظرسنجی نشون میداد که او مثلاً 2% 3% بیشتر حمایت نداره. حالا اینکه این 2-3% کجا برن البته مهمه، چون که در بین 4 رقیبی که رقیب اصلی حالا بر اساس نظرسنجی ها اسمشون هست بذاریم، آقای بایدن معاون سابق آقای معاون آقای اوباما در زمان ریاست جمهوریش، خانم وارن سناتور، آقای سندرز سناتور و آقای بوجاجت شهردار، این 4 تا بین 16-17-18% 19%-20% هر کدوم فعلا در نظرسنجی ها در بین اعضای حزب دموکرات طرفدار دارن، که خب که وقتی که رقابت به این تا این حد نزدیک است که 2-3% بیشتر با هم فاصله ندارن، اگر یک رقیبی از میدان خارج بشه و 2-3% هم حمایت داشته، به طب اینکه این 2-3% چگونه پخش بشه و توزیع بشه میتونه تاثیر بذاره در یک چنین رقابتی که الان ما حدود 3 ماه با اولین رای گیری ها باش فاصله داریم. متشکرم از تو بهمن کلباسی در نیویورک. دولت محافظه‌کار یونان قانونی جدید را به تصویب رساند که شرایط پناهندگی را به ویژه برای کسانی که به گفته آنها مهاجر اقتصادی هستند سخت‌تر می‌کند. گروه‌های مدافع حقوق بشر با انتقاد از این قانون آن را ضد منافع مهاجران توصیف کردند. دولت می‌گوید قانون جدید باعث می‌شود تا پناهجویانی که واقعاً به کمک نیاز دارند سریع‌تر شناسایی شوند. بسیاری از دولت‌های راستگرای اروپا از پناهجویان به عنوان مهاجر اقتصادی یاد می‌کنند و می‌خواهند آنها را به کشورشان برگردانند. آرش همپای فعال حقوق پناهجویان در یونان از آتن با ما هستن. آقای همپای، لطفا بیشتر بهمون بگید در مورد این قانون و اینکه چه کسانی رو دقیقا هدف قرار میگیره. عرض سلام دارم خدمت شما و دوستان بیننده. خب این قانون شامل، شاید بهتون بگم، شامل 60% پناهندهایی که در یونان هستن بهتون شاملشون بشه، به دلیل اینکه خب اینها اومدن این پروسه رسیدگی به پرونده ها رو میخوان که خیلی تسریع بهش ببخشن. و خب خودتون میدونید خب وقتی یه پروسه خیلی سریع بخوان انجام بدن، خب و از طرفی هم خب NGO ها و یا سازمان هایی که خدمات رایگان حقوقی به پناهندگان میدن خب توان کمی دارن و
و خب مطمئنا خیلی از پناهندگان نمیتونن این که از حقوق خودشون دفاع کنن و بتونن ثابت کنن که نیاز به اسکان و نیاز به پناهندگان این کشور داره. و خب از طرفی هم خب ما شنیدیم که خب گویا یونان قصد داره که پناهندگانی که تازه وارد هستن و بخوان از این به بعد بیان وارد یونان بشن رو همگی رو میخوان توی کمپ‌های سربازی نگه دارن و اجازه ندن که وارد جامعه بشن تا موقعی که اینا تنگاتکی بشن و روندش رو خیلی سریع میخوان انجام بدن، بخاطر اینکه این دولت از همون اول هم که وارد سیاست یونان شد خیلی شفاف عنوان کرد و نشان داد که کاملا ضد پناهنده است و کاملا سیاستش ضد پناهنده است با حالا قوانینی که اجرا کردن و با این آخریش. و متاسفانه شاید شامل 60% افراد پناهندهایی که در یونان هستن میشه این قانون. از کدوم کشورها این پناهنده ها خواهند بود؟ پناهنده هایی که احتمالاً با توجه به این قانون مسترد خواهند شد به کشور خودشون و چیکار میتونن بکنن؟ ببینید کشور خاصی مد نظر نیست، ولی خب وقتی میخوان که مثلا بهانه‌ای میدارن که پناهنده اقتصادی رو میخوان دیپورت کنن، خب مثلا کشور ایران و همینطور افغانستان و بنگلادش، پاکستان و یه سری کشورهای آفریقایی خب در تیرس این قانون قرار خواهد گرفت. و ولی من از دوستان وکلا شنیدم که گویا یونان تصمیم داره که 10,000 تا پناهنده سوری رو هم به ترکیه دیپورت کنه. حالا نمیدونم که ترکیه این رو پذیرفته یا نه، ولی تقریبا همه کشورها میتونه که شامل این برخورد ضد پناهندگی دولت جدید یونان بشه. متشکرم از شما آرش همپای، فعال حقوق پناهجویان در آتن. در پی حمله‌های هوایی اسرائیل به نوار غزه یک مرد 27 ساله فلسطینی کشته شده، دو نفر دیگر هم زخمی شدند. اسرائیل میگوید حمله‌هایش پاسخی به پرتاب پشت سر هم موشک از غزه به جنوب اسرائیل بوده. اسرائیل میگوید دفاع موشکی گنبد آهنینش اکثر موشک‌ها را خنثا کرده، اما یک خانه در نزدیکی مرز غزه آسیب دیده که البته کسی در آن حمله کشته نشده. مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی از کشورهای آسیای جنوب شرقی خواست تا در برابر جنگ تجاری که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به راه انداخته با هم متحد باشند. این حرف‌ها را آقای محمد در آغاز گردهمایی 10 کشور عضو انجمن ملل آسیای جنوب شرقی در بانکوک تایلند بیان کرده. آقای ترامپ از بیش از یک سال پیش تعرفه‌هایی را روی کالاهای چینی بسته که مقابله به مثل چین را در پی داشته. دولت محافظه‌کار بریتانیا در تغییر سیاستی ناگهانی استخراج نفت شیل را با استفاده از فناوری شکست هیدرولیکی به طور موقت ممنوع کرده. شکست هیدرولیکی یا فرکینگ تکنیک بسفرانگیز استخراج نفت است که انتقاد فعالان محیط زیست را در پی داشته. حزب کارگر بریتانیا دولت را به حرکات نمایشی قبل از انتخابات زود هنگام متهم کرده. حزب حاکم محافظه‌کار تا پیش از این از طرفداران این روش جنجال برانگیز استخراج نفت بود. تحقیقات جدید نشان می‌دهد سرخک می‌تواند موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری‌های دیگر شود. این تحقیقات در هلند بر روی گروهی از افراد انجام شده که واکسینه نشده بودند. مشخص شده پس از ابتلای آنها به سرخک قسمتی از حافظه سیستم ایمنیشان پاک شده. پژوهشگران بر این باورند که نتایج تحقیقشان می‌تواند پیام مهمی باشد برای کشورهایی که در آنها واکسیناسیون رو به کاهش است، از جمله آمریکا و بریتانیا. فرگوس والش گزارش می‌دهد. ویروس سرخک بسیار سرایت کننده است. سال گذشته در بریتانیا حدود 1,000 مورد عفونت تنفسی گزارش شد. این ویروس می تواند مشکلاتی جدی ایجاد کند. با تزریق 2 دوز از واکسن MMR می توان از سرخک جلوگیری کرد. اما تعداد افراد دریافت کننده واکسن کم شده. حالا محققان نشان دادند که چطور سرخک می تواند مردم را در خطر ابتلا به بیماری های دیگر قرار دهد. در 2 تحقیق نمونه خون بیش از 12 کودک هلندی که واکسن نزده بودند بعد و قبل از شیوع بیماری بررسی شد.
قبل از ابتلا این کودکان سلول‌های ایمنی بیشتری داشتند و آماده بودند تا از آنها در مقابل بیماری‌هایی که قبلا گرفته بودند محافظت کنند. اما ویروس‌های سرخک این سلول‌ها را از بین بردند. آنها همچنین سلول‌های ایمنی دیگر را هم از بین بردند. سلول‌هایی که مدت‌ها در مقابل پاتوژن‌ها مقاومت می‌کردند، حالا در مقابل عفونت‌های جدید ناتوان بودند. بیشتر این تحقیقات در مؤسسه سنگر در نزدیکی کمبریج انجام شد. آنجا دانشمندان کدهای ژنتیکی سلول‌های ایمنی را توالی یابی کردند تا ببینند ویروس‌های سرخک چگونه به آنها حمله می‌کنند. ویروس‌های سرخک سلول‌های ایمنی را که در اثر گرفتن بیماری‌های دیگه ساخته شده بودند از بین بردند. اونها همچنین سیستم ایمنی را به زمان کودکی برگردوندند، به زمانی که قادر به مقاومت در مقابل پاتوژن‌ها نبودند. اونها را در مقابل با بیماری‌های جدید هم ضعیف کرده بودند. بعضی از بچه‌ها بعد از ابتلا به سرخک سیستم ایمنیشون برای 5 سال به شدت ضعیف شد. این تحقیق اهمیت واکسن سرخک رو برجسته می‌کنه. نه تنها برای محافظت در برابر این ویروس، بلکه برای محافظت در برابر بیماری‌های عفونی دیگه. بریتانیا جدیداً وضعیت عاری از سرخک خود را از دست داده. مسئولان نگرانند بیماری سرخک مجدداً شیوع پیدا کند، مگر اینکه افراد بیشتری واکسینه شوند. فرگوس واش، بی بی سی نیوز، کمبریج. این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.